بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دام همواره در سخنرانی‌های مختلف خود بر لزوم گرامی داشته مناسبت های دینی و مذهبی و برگزاری هرچه با شکوه مجالس اهل بیت علیهم تأکید کردند بر همین اساس امسال نیز مانند سال‌های قبل مراسم شبهای قد توسط مراکز مرتبط با دفتر آیت الله شیرازی در شهرها و کشورهای مختلف جهان برگزار شد همکارم فاطمه موسوی گزارش میدهد دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دام مزله در شهر مقدس قوم از ابتدای ماه مبارک امسال برنامه های مختلفی برگزار کرده است علاوه بر نشستهای های علمی معظم الله که هر شب با حضور ده ها تن از علما، فقها، خطبا، طلاب علوم دینی و برخی علاقه مندان برگزار می شود در مناسبت های مختلف نیز برنامه و مجلسی برگزار گردیده است. در همین راستا در شبهای 19, 21 و 23 ماه مبارک رمضان 1444 هجری مراسم شبهای قدر با حضور معظم الله و سطح تن از شیعیان برگزار شد. در شهر مقدس کربلا نیز دفتر آیت الله العظمى شیرازی دامزلو مراسم شب شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شبهای قدر را برگزار کرد. در سومین شب این مراسم که با حضور پرشور علمای اعلام نمایندگان مراجع ازام، طلاب و عموم مؤمنین همراه بود، سید عدنان جلوخان در جمع حاضران به ایراد سخنرانی پرداخت و سپس برنامه ویژه شبهای قدر را به اجرا درآورد. دفتر آیت الله رازی در شهر پیر بیروت پایتخت لبنان نیز مراسم این شبهای عظیم را با حضور شیخ جلال معاش از نمایندگان آیت الله العظما برگزار کرد مراسم مذکور با قرائت قرآن کریم، زیارت امین الله و زیارت آشورا آغاز شد و در ادامه حاضران از بیانات حجت الاسلام و المسلمین معاش بهرمند شدند، که در سخنان خود به موضوع امام علی علیه السلام و شب قدر اشاره کرد. در ادامه این مراسم، حاضران به بیانات دکتر عبدالقادر یوسف ترننی از اساتید دانشگاه لبنان و شیخ علی سرور و شیخ حسن شاهین گوش فرا دادند. اما مقلدین آیت الله العظمی شیرازی در کشور ماداگاسکار نیز با حضور در مرکز اهل بیت علیه مستلام در شهر ماها جانگا از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع مراسم شبهای قدر را گرامی داشتند. در این مراسم شیخ محمد رزی و اسرام از وکلای آیت الله العظمی شیرازی نیز حضور یافت. برگزاری محفل تلاوت قرآن و ادعیه ویژه ماه مبارک رمضان، سخنرانی دینی، قرائت دعای جوشن کبیر، اقامه عزاداری به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنان علی علیه السلام و انجام اعمال ویژه شبهای قدر از دیگر برنامه های مرکز اهل بیت علیه السلام در شبهای قدر امسال بود. دفاتر آیت الله العظمی شیرازی در شهرهای کابل و مزار شریف افغانستان نیز میزبان برگزاری مراسم شبهای قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام بودند در همین حال مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت در شهر کابل نیز مراسمی برگزار کرد که در آن جمع زیادی از بانوان و دانش پژوهان این دارالقرآن حضور یافتند و با قرائت زیارت امام حسین علیه السلام اقامه نماز قضا، اقامه نماز ویژه شب قدر، قرائت دعای جوشن کبیر و برپایی مراسم عزاداری و توسل به مولا الموحدین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به احیای شب قدر پرداختند. از سوی دیگر حسینیه ی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی در کشور کویت در شبهای قدر و ایام شهادت امیرالمؤمنین علی, علی علیه السلام میزبان صدها تن از پیروان خاندان اهل بیت علیه السلام بود این حسینیه با برگزاری مراسم عزاداری و احیای شبهای قدر طبق برنامه هر ساله خود به بزرگداشت این ایام پرداخت شیخ باقر الجدی و مداهان اهل بیت علیه السلام محمد بجباره، احمد الباوی، محمود اسیری و امار الساعدی در این مراسم ها به اقامه عزاداری پرداختند. مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف از مرکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی نیز مراسمی به منظور بزرگ داشت سال روز شهادت امیر حضرت علی علیه السلام برگزار کرد. این مراسم با حضور ده ها تن از شخصیت های علمی، دینی، فرهنگی و اجتماعی عراقی همراه بود که طی آن چند تن از خطبای حاضر به ایراد سخنرانی و چند تن از شاعران و مداحان اهل بیت علیه مستلام به شعرخانی و مدیه سرایی پرداختند. مؤسسه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله از مراکز مرتبط با دفتر معظم الله در شهر مقدس کاظمین نیز با برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امیرالمومنان حضرت علی علیه السلام را گرامی داشت حاضران در این مراسم از بیانات حجت الاسلام شیخ احمد اللامی مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت در این شهر مقدس و مداحی مدده اهل بیت علیه مستلام مصطفی الخزالی بهره بردند. دفتر آیت الله العظمى شیرازی در شهر دمشق پایتخت سوریه نیز به ادامه فعالیت رمضانی خود در ماه مبارک رمضان 1444 پرداخت. همچنین در شب 19 ماه مبارک مصادف با شب ضربت خوردن امیر حضرت علی علیه السلام و شب پرفیز قدر جمع کسیری از شیعیان و پیروان خاندان اسمت و تهارت علیه مسلم در این مکان حضور یافتند و ضمن اقامه ازاداری به احیای این شب پرداختند. مراکز دیگر مرتبط با دفتر آیت الله العظم شیرازی در کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا و غیره نیز برنامه های مشابهی در این ایام برگزار کردند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه